با سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها که در واقع اینا زیر عنوان دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست و این دور دوم هستش و این شماره نهم از این برنامه هاست و امروز هم دهم شهریور و اول سپتامبر دهم شهریور 1392 و اول سپتامبر 2013 هستش. هفته قبل در واقع یعنی برنامه قبل یه مقدار از کتاب به اصطلاح بیرون رفتم و راجع به زندگی مارکس یه مقدار صحبت کردم و یه مقدار مسائل کلی رو مطرح کردم و دوباره برمیگردم امروز به کتاب و همینطور که جلسه قبل عرض کردم به طور کلی جلد دوم رو به صورت ویدیو و برنامه درآوردن یه کمی مشکله. دلیلش هم خیلی واضحه، برای اینکه فرضاً بخش وسیعی از این کتاب مقالاتیه که مارکس و انگلز در کلن و در روزنامه راینیس سایتونگ نو نوشتن، در حدود 400 تا مقاله، و اینا رو اگه آدم بخواد نقل قول بکنه ممکنه یه مقدار خسته کننده باشه، ولی واقعاً مطالعه اینها ما رو به ما نشون میده که شیوه تفکر و برخورد مارکس و انگلز به این تحولات انقلابی چیه و اینا درس توشه. در نتیجه من از امروز تا یعنی در حقیقت بعد در دو جلسه آینده میخوام یه مقدار از این نقل قولها و از این مقالاتی که مارکس و انگلز نوشتن در واقع از اول جوان 2000 شبد که 1848 تا آپریل و ماه می عرشبت که 1849 یه مقدار از این رو من به اصطلاح چیز میگم، ولی میخوام مقدمه یه که اصلا چرا این روزنامه رو درست کردن. به نظر من باید این رو چیز بدونیم که چرا به طور کلی مارکس و انگلز از همون آغاز انقلاب در آلمان در فکر انتشار روزنامه ای رادیکال و در این حال پرنفوذ در آلمان بودن، برای اینکه متوجه هستن درست مثل انقلاب اکتبر که واقعا حزب بلشویک حول چه چیزی درست شد؟ حول روزنامه ایسترا که در حقیقت لنین و یارانش در سوئیس اینو به اصطلاح چیز میکردن و به طور مخفی وارد روسیه میشد و در واقع از طریق روزنامه ایسترا بود که یک شبکه سیاسی در کل روسیه درست شد به کمک اونهایی که در داخل خاک روسیه بودن عرشبت که و اینو پخشش میکردن و از اون طریق در حقیقت ایده. برای اینکه حزب یعنی چه؟ حزب یعنی یه گرایش سیاسی، پارتای. بارها من اینو صحبت کردم، مثلا مارکس موقعی که صحبت از پارتای یا حزب میکنه منظورش حزب با این کمیته مرکزی و عرشبت که دفتر سیاسی و اعضاب و فلان اینا نیست، بلکه یه گرایش سیاسی رو میگه. بنابراین اینا میخواستن که یک روزنامه درست کنن برای اینکه از این طریق در حقیقت یه حرکت سیاسی به وجود بیارن و این روزنامه حالا محتویاتش نشون میده که موزه گیریشون در قبال تحولات سیاسی که توی آلمان و سایر جاها، البته مثلا برای اینکه انقلاب یه انقلاب کلی بود در سراسر اروپا، نظرشون به همین دلیل از همون زمان که در پاریس بودن آغاز به جمع‌آوری کمک مالی به صورت فروش سهام یا حق اشتراک کردن که بعضیا آبونه بشن. اعضای اتحادیه در کلن در صدد انتشار روزنامه زیر نظر موزس هس بودن. راجب موزس هس من اشاراتی کردم که اولین سوسیالیست آلمانی بود و خود مارکس در حقیقت از طریق اون با سوسیالیسم آشنا شد، ولی بعدش کارش به چیزای ارتجاعی کشید موزس هست و مارکس و انگلس در برابرش موزه گرفتن. اما به گفته انگلس مارکس با ورود به کلن، این قبل از ورود مارکس و انگلس به کلن، طی 24 ساعت اونجا رو تسخیر کرد. یعنی مارکس واقعا تسلط بر روزنامه و روزنامه از آن ما شد. پول هنوز مشکل اصلی بود. انگلس به ووپرتال رفت. حالا عزیزان دقت کنن، از اینجا به بعد یه مقدار جو سیاسی آلمان رو نشون میده و نشون میده که چرا
مارکس و انگلس لااقل یک قرن و یا شاید بیشتر از زمان خودشون جلو بودن و فضای سیاسی آلمان هنوز بسیار عقب افتاده بوده. حالا ببینید با چیزایی برخورد میکنن. انگلس به ووپرتال رفت تا کمک مالی جمع کند، اما موفقیتی به دست نیاورد. مارکس در نامه 24 آوریل خورد به انگلس که در برمن بود، این جاییه که خود انگلس در حقیقت زندگی و خودش و خانوادهش زندگی میکردن، نوشت که برای کمک مالی به پیرمرد، یعنی پدرش، پدر انگلس، برای اینکه کارخونه دار بود و پولدار بود، ثروتمند بود، جزء اشرافیت بود، اشرافیت آلمان بود، برای کمک مالی به پیرمرد مراجعه کنم. انگلس در پاسخ 25 آوریل خود به مارکس، وضع خانواده، روحیه محافظه‌کاری و ترس آنها را از انقلاب و حتی بحث درباره مسائل اجتماعی رو ترسیم میکنه و مینویسه که بورژوازی آلمان از جمله پدرش ما را به عنوان دشمن میشناسد و بنابراین به هیچ رو حاضر نیست اسلحه‌ای در دستمان بگذارد، یعنی پول بهشون بده که فردا متوجه خودش خواهد شد. و بعد در ادامه نامه میخوانیم از نظر او، یعنی از نظر پدرش، حتی کلنیش سایتونگ که یه روزنامه دستراسی تقریبا بود، حتی کلنیش سایتونگ از روزنامه محافظه‌کار هم مرکزی برای تحریک مردمه، او به زودی به جای دادن 1000 تالر پول آلمان کمک مالی، 1000 گلوله به ما شلیک خواهد کرد. این پدر و خانواده، ولی جو آلمان رو نشون میده که چقدر عقب افتاده است. انگلس در این نامه ضمن توصیف شرایط سیاسی منطقه ووپرتال برای مارکس در ادامه چنین توضیح میده: حتی اگر یک نسخه از خواستهای 17 ماده‌ای در اینجا پخش شود، عزیزان میدونن قبل از اینکه مارکس و انگلس بیان به آلمان، یک بیانیه یا در حقیقت یک برنامه 17 ماده‌ای که من راجبش صحبت کردم در برنامه اول یا دوم راجبش صحبت کردم، میگه اگه یکی از این مواد، نه تنها 17 ماده، یکی از این مواد اونجا بیاد، همه چیز، هر گونه کمک مالی از دست خواهد رفت. این نامه تنها یکی از نامه‌های متعددی بود که از سراسر آلمان به مارکس میرسید و سرانجام او را متقاعد کرد که شرایط برای ایجاد حزب کمونیست سراسری در آلمان موجود نیست. مارکس همینجوری هول تپون نمیرفت که حزب درست کنه، برای اینکه فقط حزبی درست کرده باشه. جو رو دقیقاً مطالعه میکرد و میدید که چه چیزی رو میطلبه و تدریج متوجه میشه که شرایط در آلمان آمادگی تشکیل حزب رو نداره. بعداً خیلی ها به اصطلاح، حتی بعضی از کارگرها، مارکس رو متهم کردن که تو اتحادیه کمونیستی رو به هم زدی، منحلش کردی، در حالی که مارکس بر پایه واقعیات عمل میکرد، چرا که هم اتحادیه کمونیستی ضعیف‌تر از آن بود که بتواند بار تشکیل حزبی سراسری رو به دوش بکشه و هم پرولتاریای آلمان آگاهی طبقاتی و تجربه لازم را برای پیوستن گسترده به چنین حرکتی را نداشت. به نظر مکللن، ممکنه من این چیزا رو قبلا هم صحبت کرده باشم، ولی اشکالی نداره که آدم اینا رو یه مقدار دوباره مرور بکنه و یا تکرار بکنه. به نظر مکللن علت این بود که بوروکراسی و ارتش آلمان نفوذ عظیمی داشتن. دلیلش خیلی واضحه، به دلیل عقب موندگی هنوز به اصطلاح حتی کارگرا احتیاج به صنایع دارن برای اینکه کارگیرشون بیاد. و دو دلیل دیگر نیز وجود داشت، خصوص آن که بخش تعیین کننده آلمان از ایالت پروس تشکیل می شد که هنوز ساختار سیاسی شبیه اروپای شرقی داشت، یعنی عقب افتاده بود نسبت به اروپای غربی، و قدرت اصلی در دست یونکرها در حقیقت ملاکین بزرگ به نوعی به اصطلاح فئودال ها، منتها فئودال های نسبتا پیشرفته تری از فئودال های سابق بودند، یعنی زمینداران بزرگ بود که با دهقانان چون صرف رفتار می کردن، یعنی برخورد واقعا پیش سرمایه‌داری داشتن.
دوم اون که اپوزیسیون سیاسی در مجلس پروس و مجلس مؤسسان از گروه ها و طبقات مختلفی تشکیل می شد که برنامه واحدی نداشتن. طبقه کارگر نیز فعالیتش تازه آغاز شده بود، هرچند رو به گسترش بود، اما بیشتر در فکر بهبود شرایط کار و دستمزد خود بود و نه مبارزه طبقاتی. فقط اصلاح میخواست و نه انقلاب. فقط میخواست شرایط زندگیش بهتر بشه، کار گیرش بیاد. به همین دلیل به گفته مکللن، مارکس هنگام بازگشت به آلمان انتظار داشت با شرایط انقلابی مشابه با فرانسه روبرو بشه، اما این انتظار بیش از اندازه خوشبینانه بود. خوبی این دو نفر، یعنی مارکس و انگلس، اینه که این چیزا رو میبینن و به اصطلاح هارت و پورت بی خودی نمی کنن. انتظار چنین چیزی رو داشتن و بعدش هم انتظار انقلاب رو داشتن که نشد و نشد و نشد، ولی در دراز مدت و اگر ما زندگی اینا رو دنبال بکنیم، حتی من در جلسه قبل شاید اشاره کرده باشم که فرضاً در مورد کمون پاریس که برمیگرده به 1871، 10 سال بعدش یا 11 سال بعدش مارکس میگه که کمونارها نه تنها سوسیالیست نبودن و نمیتونستن باشن، راه حل عملیشون این بود که به نوعی توافق و سازش با دولتی که در ورسای بود برسن. عزیزان ممکنه تعجب بکنن، حتی 30 تا 40 سال بعد از این جریان چنین حرفی رو میزنه. یعنی به همین دلیلی که ما دیدگاه هاشون رو باید دنبال بکنیم و ببینیم چه تحول و چه تکاملی در دیدگاهشون پیدا شد. در این شرایط تنها میشد ساختار استبداد رو تغییر داد، یعنی واقعا یک جنبش دموکراتیک ضد استبدادی. مرحله انقلاب که میگیم دموکراتیک یعنی چه؟ یعنی همین. بی جهت نبود که با وجود تلاش فراوان مارکس و انگلس برای جمع‌آوری کمک مالی، از 30,000 تالر پول آلمان به جای مارک، اون موقع تالر بوده، که قرار جمع کنن، فقط 13,000 جمع شده بود. اینو فقط من میگم و میرم روی یک سلسله مقالات. نخستین شماره نو راینیش سایتونگ، که یعنی راینیش سایتونگ نو، روز اول ژوئن 1848 با زیر عنوان ارگان دموکراسی و نه چیز دیگه، ارگان دموکراسی انتشار یافت. نام روزنامه از آن جهت چنین انتخاب شد که از یک سو یادآور ادامه راینیش سایتونگ قبلی بود که می‌خواستن بگن این دنبالشه، که مارکس در سال 1842-43 سردبیر اون بود، و از سوی دیگر میبایست پاسخگوی اوضاع نوین باشد، بنابراین نوی راینیش سایتونگ. حالا ببینیم نقش مارکس و انگلس. مختصرا من میگم که چه، مارکس علاوه بر تعیین خط مشی کل روزنامه، شماره زیادی سرمقاله بدون امضا می نوشت، یعنی در واقع می شود گفت که بیش از 400 مقاله، حتی برای اینکه بی‌نام و نشان می نوشت. سبک نوشتنش محکم، کوتاه، طنزآلود و علمی، اینا خصوصیات نوشته های مارکس بود. روی خال می زد. مارکس همیشه اینور و اونور نمی زد، رو خال می زد. انگلس علاوه بر سرمقالات، رویدادهای مجالس ملی در برلین و فرانکفورت رو دنبال می‌کرد. حالا خواهیم دید دو تا مجلس تشکیل شد، یکی در فرانکفورت بود که مجلس سراسری بود و یکی مجلس در حقیقت محلی مال خود پروس بود که در برلین تشکیل شد. حالا ببینیم چه بر سر اینا میره. انگلس علاوه بر سرمقالات، رویدادهای مجالس ملی در برلین و فرانکفورت و نیز مبارزات آزادی بخش ایتالیا، لهستان، بوهم و جنگ شلسویگ هولشتاین. عزیزان دقت بکنن، من همینجا باید اشاره بکنم. خیلی ها فکر میکنن که مارکس و انگلس طرفدار ملیگرایی نبودن، طرفدار جنبش های آزادی بخش ملی نبودن و جهان وطن بودن.
مارکس و انگلز هر دوشون از مبارزات آزادی بخش ایتالیا در برابر امپراتوری اتریش مجارستان، از مجارستان در برابر اتریش، عرشبت که برای اینکه ایتالیا هم زیر ستم مدت زیادی زیر ستم هم امپراتوری فرانسه بود و هم اتریش، و مارکس و انگلز از ملی‌گرایی و مبارزات آزادی بخش مردم ایتالیا که بعداً در اواسط قرن در واقع تازه ایتالیا مستقل میشه و کشوری به نام ایتالیا درست میشه، لهستان در برابر امپراتوری تزار روس، بوهم در برابر اتریش و جنگ حالا شلسویگ هولشتاین، دانمارک اومده بود یه بخش از شمال آلمان رو گرفته بود و مارکس و انگلز با تمام قوا علیه دانمارک، برای اینکه اونا از چیز و به نفع آلمان که بره با دانمارک بجنگه. عزیزان ممکنه تعجب بکنن که از نزدیک اینا رو دنبال میکرد ویلهلم وولف، هرچند که دوستان دیگه شون در مسئله ارضی تبحر داشت و هر کدومشون هرچند که به اصطلاح تقسیم کار کردن برای نوشتن و هر کدومشون تخصص در زمینه خاصی داشتن برای اینکه روزنامه بگرده، ولی واقعا روح و جان روزنامه مارکس و انگلز بودن. بعد من یه نقل قول از هرچند به گفته انگلز، آن زمان دوران انقلاب بود و در چنین اوقاتی سالهای سال، این انگلز یاداوری میکنه که خودش و مارکس در روزنامه راینیسس زایتونگ نو چیکار کردن و چرا لذت میبردن از این کار خودشون. میگه آن زمان دوران انقلاب بود و در چنین اوقاتی کار در روزنامه لذت بخش است. شما اثر کلام خود را با چشم میبینید که هر مقاله چون نارنجک عمل می کند و مثل گلوله توپ منفجر می شود. این عرض شود که حالا ببینیم وضعیت. بنابراین این مختصری راجع به مقدماتی برای خود روزنامه راینیشه سایتونگ نو. بعد برمیگردیم به اوضاع اقتصادی، اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی اون زمان که انقلاب در چه وضعیتی بود. پیش از این دیدیم که انقلاب آلمان از 18 مارس 1848 در برلین آغاز شد. عزیزان میدونن که اواخر فوریه در پاریس شروع شد که حالا میتونیم دنبال بکنیم که چه بر سرش رفت و چطور در ماه ژوئن سرکوب شد و مارکس و انگلز عکس العملشون در برابر این سرکوب کارگرا در پاریس چی بود؟ ولی در آلمان در 18 مارس به دنبال آن فردریک ویلیام شاه پروس ناگزیر شد دولتی را به ریاست رودولف کمپاوتاوزن سرمایه‌دار لیبرال ایالت راین. عزیزان به یاد بیارن من در سری اول از کمپاوتاوزن حتما صحبت کردم، با احتمال زیاد فکر میکنم موقعی که راجع به روزنامه راینیشه سایتون که مارکس توش کار میکرد و سردبیرش بود سال 42-43، اونهایی که این روزنامه رو درست کرده بودن و سرمایه گذاری کرده بودن همین کمپاوزن بود، یعنی مارکس با سرمایه داره لیبرال کار میکرد توی روزنامه راینیشه سایتون. حالا کمپاوزن میشه به اصطلاح چیز هن رودولف کمپاوزن سردار تشکیل می، یعنی نخست وزیر شد کمپاوزن. هانسمن که اونم از کسایی بود که از پولدارا و بانکدارا و سرمایه‌دارای آلمان بود، سرمایه‌دار دیگر این ایالت، وزیر دارایی کابینه بود و مجلس متحد فئودالی که یک مجلس فئودالی بود 10 آوریل اینو منحلش کردن و طی انتخابات دو مرحله‌ای با رأی عمومی یک مجلس ملی سراسری درست کردن در فرانکفورت و یک مجلس ملی پروس در برلین تشکیل شدن. نخستین مجلس کار خود را از 18 می در فرانکفورت آغاز میکنه که قرارش این بوده که یک قانون اساسی بنویسن و غیره و غیره. حالا از اینجا به بعد مارتن انگلز دقیقاً مخصوصاً انگلز
وضعیت این دوتا مجلس رو دنبال میکنه و موزه گیری میکنه و در حقیقت نظراتشون رو توی روزنامه منعکس میکنن، که من کوشش میکنم بعضی از نظراتشون رو جسب و گریخه در واقع، برای اینکه نمیرسم همه اینها رو در حقیقت نقل قول بکنم، من یادآوری کنم که اینو من از جلد دومه به اصطلاح کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او دارم چیز میکنم. بنابراین ببینیم حالا برخورد اینا به این دو مجلس چی بوده، از چه نیروهایی دفاع میکنن، علیه چه نیروهایی قد علم میکنن و میخوان چطور در سیاست این دو مجلس نقش داشته باشن و اثرگذار باشن. میگه که چنین مجالسی به جای آنکه الهام بخش مردم باشن یا از آنها الهام بگیرن، موجب کسالت مردم میشوند. و انگلس پیش بینی میکنه که اگه مجلس حاکمیت و قدرت خودش رو در برابر حکومت، عزیزان دقت بکنن که شما یه حکومت داری که عبارت از همون پروس باشه، امپراتوری پروس و مثلا دولت نیم فئودال نیم مسیحی که در برلینه، ولی انقلاب باعث شده که دو تا مجلس هم به وجود بیان و اون وقت حکومت یه چیز رو، یه سرمایه‌دار لیبرال رو، کمپ هاوزن رو نخست وزیر کرده، وزیر دایره‌ایش که دومین شخص قدرتمنده هم هانسمن هستش که سالها و سالها واقعا اینا. بعدش یکی از فامیلای خود همسر مارکس میشه وزیر کشور، بعدش برادر در حقیقت ینی میشه وزیر کشور، یعنی در واقع به اصطلاح کاملا اینا همشون جز سرمایه‌دارای کله گنده اون زمان چیز بودن، عرض که ما آلمان بودن. انگلیس پیش می که اگه مجلس حاکمیت و قدرت خودش رو در برابر حکومت آشکار نسازد و در برابر اعمال قدرت ارتجایی اون نیستد، به زودی برباد خواهد رفت. در برابر حکومت باید این مجالس بیستن. انقلاب باعث چی شده؟ به وجود اومدن این دوتا مجلس شده و خواهیم دید که چنین خواهد، که چنین شد. عرض شد که حالا اگه دنباله اینو بگیریم که چه بر سر این مجالس رفت، کودتا کردن علیهش و برداشتن این مجالس رو و انقلاب رو با شکست کامل روبرو کردن. در دنباله مقاله انگلس در انتقاد از حزب دموکرات رادیکال تازه می نویسد: ما این خواست تخیلی را مطرح نمی کنیم که از همون ابتدا آلمان کشوری متحد، که هنوز متحد نشده بود، ما می دونیم آلمان تازه در دهه 1800 در واقع بعد از جنگ آلمان علیه فرانسه 1871 که فرانسه آلزاس و لورن رو گرفته بود و بعد اومدن گرفتنش، اون زمان زیر پاشنه آهنین واقعا بیسمارک آلمان متحد شد. ما این خواست تخیلی رو مطرح نمی کنیم که از آن ابتدا آلمان کشوری متحد و یک پارچه اعلام بشه، که مارکس و انگلس هر دوشون به شدت طرفدار اتحاد کلی آلمان بودن، این اولین خواستشون. اما از حزب به اصطلاح دموکرات رادیکال میخواییم که نقطه آغاز مبارزه به جنبش انقلابی رو با هدف نهایی آن یکی نگیرد، که نقطه آغاز مبارزه به جنبش انقلابی رو با هدف نهایی آن یکی نگیرد. هم وحدت آلمان و هم قانون اساسی تنها میتوانند ثمره یک جنبش باشند، جنبشی که هم تضادهای داخلی و هم جنگ با شرق یعنی روسیه در آن نقش برابر و تعیین کننده بازی میکنه. نهایی قانون اساسی نمیتواند به شکل فرمان باشد، بلکه همگام با جنبشی خواهد بود که باید از درون آن عبور کرد. بنابراین نقطه تحقق این یا آن دیدگاه یا ایده سیاسی نیست. بنابراین نکته تحقق این یا آن دیدگاه سیاسی، بلکه درک مسیر تکاملی جنبشه. اصل مردمن و جنبشه. حالا این یکی از عرض شد که انگلس پس از توضیح امتیازاتی که شاه در 18 مارس به دنبال قیام به مردم داد می نویسد، نظراتشون راجع به انقلاب 18 مارس چیز میکنه. نتایج انقلاب از یک سو مسلح شدن مردم، آزادی اجتماعات و حق حاکمیت آنان بود
که در عمل به دست آمد که واقعا دستاورد بزرگی بوده و آدم تعجب میکنه که در اون زمان فرزان میذارن روزنامه رایش سایتون یه نو اصلا تأسیس بشه و پخش بشه. اما از سوی دیگر در این حال این آزادی ها هم نهاد سلطنت و هم دولت کمپ هاوزن هانسمن یعنی نمایندگان بورژوازی بزرگ بر جای مانده آشکاره، یعنی در واقع فقط یه تغییراتی در سطح صورت گرفته. بورژوازی بزرگ اومده به اصطلاح نخست وزیر و وزیر دارایی شده، ولی حکومت نیمه فئودال نیمه مسیحی هنوز سر جاشه برلین، در برلین. بنابراین انقلاب نتایج دوگانه داشت، لاجرم میبایست راهشان از هم جدا میشد. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. مردم پیروز شده بودند و آزادی هایی با ماهیت واقعا دموکراتیک نصیب خود کردند. این دستاورد کمی نیست، اما کنترل مستقیم قدرت به دست بورژوازی بزرگ افتاد و نه مردم. حالا خواهیم دید که بعدا همین بورژوازی در حقیقت با ارتجاع پیش سرمایه‌داری بر علیه طبقات کارگر و زحمتکش دست به دست هم میدن و این از اون چیزاییه که بعدن که جمع‌بندی میکنه مارکس و انگلز در حالا اگه رسیدیم در نبردهای طبقاتی در آلمان، اینا رو همه رو آورده در فرانسه، عذر میخوام، اینا رو همه رو آورده که چه اتفاقاتی به دقت واقعا صورت گرفته. بنابراین قدرت به دست بورژوازی بزرگ افتاد نه مردم. سرانجام اون که انقلاب به هدف نهایی خود نرسید، مردم به بورژوازی اجازه دادن دولت تشکیل دهد و بورژوازی بزرگ نیز با دعوت از اشرافیت و دیوان سالاری قدیم پروس و تشکیل ائتلافی با آن مقاصد خود را آشکار ساخت. بورژوازی بزرگ که همیشه ضد انقلابی بود، اتحادی تدافعی و تهاجمی با نیروی ارتجاع برقرار کرد، چرا که از مردم یعنی از کارگران و بورژوازی دموکرات میترسید. بنابراین این یکی از ارزیابی هاشونه. از اینجا برمی گردیم به پاریس. من مجبورم سریعا اینا رو به اصطلاح برم به جوان، ماه جوان، که چه اتفاقاتی در پاریس. کارگران پاریس روز 23 جوان قیام کردن، برای که در پاریس هم همین اتفاق افتاده بود، با اینکه حکومت جمهوری اعلام شده بود ولی همون سیاست ها ادامه پیدا کرد، یعنی ارتجاع هنوز در قدرت بود. در نتیجه کارگران پاریس روز 23 جوان 1848 که در فوریه انداخته بودن پادشاه رو و جمهوری اعلام کرده بودن، قیام کردن. به دنبال آن دولت لدرو رولان که از دوستان مارکس و انگلس بودن، بانک دموکرات بودن و نماینده خرد بورژوازی، اونا استعفا دادن و کوانیاک قدرت را به دست گرفت، سرکوبگر معروف کوانیاک، تا قیام را سرکوب کنن. در مقاله مفصلی با عنوان 23 جوان که در شماره 28 جوان روزنامه چاپ شد، انگلز ضمن ارائه تحلیل طبقاتی از قیام کارگران می نویسد: وحدت موجود در انقلاب فوریه که همشون علیه شاه بودن، هم بورژوازی هم کارگرا، آن یگانگی شاعرانه آکنده از توهمات خیره کننده و دروغهای زیبا، دروغهایی که لامارتین این تبل توخالی و خیانتکار نموده واقعی آن بود، لامارتین ناپدید شده است. امروز وخامت گریز ناپذیر واقعیت پرده ریاکارانه همه وعده های 25 فوریه را از هم می درد. امروز جنگندگان فوریه یعنی کارگرا و زحمتکشا درگیر نبرد با یکدیگرن علیه بورژوازی و برخلاف همیشه هر گونه بی‌تفاوتی رخت بربسته و هر آن کس که توان حمل اسلحه را دارد در اون سو یا در این سو یا آن سوی سنگر قرار داره. انگلز در روزهای 27 و 28 جوان در مجموعه مقالاتی که قیام 23 و 25 جوان پاریس را مفصلاً منعکس میکنه. بعد ولی مقاله مفصل مارکس، و من امیدوارم وقت داشته باشم
یه بخش از این مقاله کوبنده مارکس رو برای عزیزان بخونم. مارکس در 29 ژوئن مقاله معروف خود رو با عنوان انقلاب ژوئن انتشار میده که در اون میخوانیم: کارگران پاریس توسط نیروی بسیار برتر از خود خرد شدند، برای اینکه کشتار کردند. بورژوازی و کامانیاک کشتار کرد کارگرای پاریس رو. خرد شدند اما تسلیم نشدند. مغلوب شدند اما شکست از آن دشمنانشان بود، که در حقیقت داره سمپاتی به کارگرانشون میده. پیروزی گذرای نیروی بیره به قیمت از میان رفتن همه توهمات و خیالات واهی انقلاب فوریه به دست آمد، چون در اون زمان در اون انقلاب فوریه همه با هم بودن، هم کارگرا و بورژوازی و هم خرده بورژوازی. با فروپاشی کل حزب میانه روی جمهوری خواه و تقسیم ملت فرانسه به دو ملت، بخش صاحب ثروت در یک سو و کارگران در سوی دیگر، پرچم سرنگ که مال فرانسه باشه اکنون فقط یک رنگ را به نمایش می‌گذارد، رنگ سرکوب شدگان، رنگ خون، فرانسه جمهوری سرخ شده است. بعد ادامه میده: برادری طبقات متخاصمی که یکی دیگر را استثمار می‌کند، برادری که شعار ماه فوریه شد و با حروف درشت بر در و دیوار سراسر پاریس، بر دیوار زندان‌ها و سربازخانه‌هایش منقوش گردید. این برادری که ما می‌دونیم این در انقلاب کبیر فرانسه برادری، برابری، عرشبت که و غیره، این برادری بیان واقعی اوریان و بی‌پیرایش را در جنگ داخلی ژوئن نمایان ساخت. جنگ داخلی با وحشتناک‌ترین شکل آن، جنگ کار علیه سرمایه. این برادری در شامگاه 25 ژوئن جلوی هر پنجره شهر پاریس شعله کشید، آن هنگام که پاریس بورژوازی غرق در نور بود و پاریس پولتاریا داشت میسوخت و در چنگال مرگ ناله میکشید. این برادری تا زمانی ادامه داشت که بورژوازی به پولتاریا منافع برادرانه داشتند. در ماه فوریه فضل فروشانی که به سنت انقلابی قدیمی 1793 چسبیده بودند، سوسیالیست های مکتبی که از بورژوازی برای مردم گدایی است، صدقه می کردند و اجازه یافتند موعظه های طولانی بخوانند و با سر دادن لالایی پرولتاریای شیردل را خواب کنند تا با دشمن مصالحه کنند. جمهوری خواهانی که می خواستند نظم بورژوازی قدیم را دست نخورده اما بدون یک تاج بر سر باقی بذارن، یعنی شاه و ور دارن ولی بورژوازی سر به حساب سیستم استثمار سر جاش بمونه. اعضای خاندان‌های مخالف که وضع موجود وظیفه برانداختن یک خاندان را به جای تغییر حکومت به آنها تحمیل کرده بود، یعنی فقط می‌خواستن خانواده سلطنتی رو بندازن، اونم یک خانواده سلطنتی رو. لژیتیمیست ها که نیروی بسیار ارتجاعی بودند، لژیتیمیست هایی که نمیخواستن جامعه خود را عوض کنند بلکه تنها میخواستن مد اون را تغییر دن، همه به همه متحدینی بودند که مردم به همراه اونها در انقلاب فوریه جنگیدن. آنچه مردم را به طور غریزی از لوی فیلیپ نفرت زده میکرد شخص لوی فیلیپ نبود، بلکه نماینده تاج بر سر یک طبقه بود، نماینده سرمایه بر عریکه عرشبت که تاج شاهی. اما مردم با بزرگواری همیشگی خود فکر میکردن دشمن را از پای در آوردن، غافل از آن که دشمن خود را، یعنی در واقع لوی فیلیپ رو، یعنی دشمن مشترک با بورژوازی رو از میان برداشته بوشن. انقلاب فوریه انقلاب زیبایی بود، انقلاب همدلی همگانی، چرا که تضادهای برخواسته در آن علیه سلطنت هنوز تکامل نیافته بود و به شکل صلح‌آمیزی نهان بود، زیرا مبارزه اجتماعی که پیش‌زمینه‌های این تضاد بود فقط به شکل مبهم به صورت الفاظ و لغات وجود داشت. انقلاب ژوئن انقلابی زشت است از نظر به اصطلاح این شعرا و امثال ها، انقلابی نامطبوع، چرا که در آن واقعیات جای الفاظ رو می‌گیره، چرا که جمهوری با برداشتن نقاب تاج و تخت چهره دیو واقعی رو آریان کرده.
مقاله فوق العاده کوبنده است و طرف طبقه کارگره. منتها همه اینها آشکاره که مارکس و انگلز از کشتاری که از کارگرا شده به شدت ناراحتن و اینه که لحن فوق العاده به اصطلاح کوبنده و رادیکالی دارن. او سپس ادامه میدهد هیچ یک از انقلابهای پرشمار بورژوازی فرانسه از 1789 به این سو نظام موجود را مورد حمله قرار نداد، چرا که همه حاکمیت طبقاتی یعنی نظام بردگی کارگران و نظام بورژوازی را حفظ کردن. وقت این برنامه فعلا به اصطلاح به پایان رسیده و ما این بحث رو یعنی به اصطلاح نقل قولهای وسیعی از این روزنامه رو در نشستهای بعدی با عزیزان مطرح خواهم کرد. پس فعلا شب و روز عزیزان خوش.